سلام، صد سلام شاگردای نازنین، خوش آمدیم به درس امروز. خب قبل از اینکه درس امروز را آغاز کنیم، مروری به درس گذشته میریم. بچه های گلم، درس خود را به نام خداوند آغاز میکنیم. درس گذشته ما در مورد چی بود؟ حقوق همسایه. وقتی که ما حقوق همسایه خود مراعات کنیم، به وطن خود یک خدمت میکنیم. خب پس موضوع درس امروز ما در مورد چی بچه های نازنین؟ درباره وطن عزیز ما افغانستانه. ببینیم تصویر نقشه که میبینیم، نقشه کشور زیبای مانه، دارای 34 ولایت میباشه، سمت شمال، جنوب، شرق، غرب داره و داخل نقشه ما هر ولایت از او نام ذکر شده. به پرسش های درس خود دقت کنیم. پرسش اول، در تصویر چی میبینیم؟ تصویر بیشتر ما در مورد چی بود؟ نقشه کشور ما، نقشه زیبای کشور ما بود. پرسش دوم، چند ولایت افغانستان را نام گرفته میتوانید؟ ما گفتیم 34 ولایت داریم، از جمله 34 ولایت چند تار شما با اونها آشنایی. پرسش سوم، بیرق کشور ما دارای کدام رنگ های؟ رنگ های وطن ما، بیرق ما چی رنگه بچه های گل؟ رنگ های سیاه، سرخ، سبز. شماره پرسش چهارم، آیا می دانید پایتخت وطن ما کدام شهر هست؟ خود شما آگاهی دارید بچه های گل؟ کدام شهره؟ شهر چی؟ کابل. خب شاگردای نازنین، پرسش ها خورم حتما کار کنی با دقت. حال به موضوع درس خود دقت میکنیم. در مورد چی بود؟ وطن. وطن عزیز ما افغانستان یک کشور اسلامی است که در آن اقوام مختلف زندگی میکنند. وطن ما شهرهای بزرگ، کوههای بلند، تپه های سرسبز، دشت های وسیع و جنگل های زیاد دارد. کشور ما افغانستان دارای 34 ولایت هست و پایتخت آن شهر کابل می باشد. ما وطن خود را دوست داریم، برای آبادی آن کوشش می کنیم. شاگردای نازنین، از موضوع درس خود خدا کنه نتیجه گرفته باشیم. وطن ما کجا بود؟ افغانستان. یک کشور چیه؟ اسلامی. بچه های گل، وطن ما اقوام یا قوم های مختلفی داره، کوههای بلند داره، تپه‌های سرسبز، جنگل های بزرگ داره. چند ولایت پیشتر گفتیم؟ 34 ولایت داره. پایتخت ما هم شهر کابل می باشه. ما باید به آبادی وطن خود تلاش زیاد کنیم. خوب شاگردان نازنین، باز هم یک مرتبه دیگه به شما تکرار میکنم. وطن عزیز ما افغانستان یک کشور اسلامی است که در آن اقوام مختلف زندگی میکنند. وطن ما شهرهای بزرگ، کوههای بلند، تپه های سرسبز، دشت های وسیع و جنگل های زیاد دارد. کشور ما افغانستان دارای 34 ولایت است. پایتخت آن شهر کابل می باشد. ما وطن خود را دوست داریم، برای آبادی آن کوشش می کنیم. خب های گل، دقت کنیم این قسمت وسیع چی بود؟ گفتیم دشت های وسیع. وسیع یعنی پهناور یا کلان. اقوام هم به شما گفتم، قوم ها مختلف گوناگون که امشالا پس لغات شما به شما تکرار می کنیم. حال شاگردای نازنین ما یک پیام داریم. بچه های گل یک پیامی داریم. پیام ما چیه؟ بیایید با وطن خود بیشتر آشنا شویم. بچه های گل هم پیشتر گفتیم وطن ما جاهای تاریخی، جاهای دیدنی هم داره، آثار تاریخی هم داره. ببینیم تصاویری که میبینیم، تصاویر زیبا یعنی جاهای تاریخی کشور عزیز ما نشان میده. ای از کدام ولایت بچه های گل؟ تصویر زیبا از ولایت قوش. حالی تصویر ببینیم از المند
یکی از درمان تصویر بعدی ما از کدام ولایت؟ ولایت غزنی، ولایت بلخ، اینا همه جاهای تاریخی. کشور عزیز ما، تصویر بعدی ما کدام ولایت؟ ولایت ایراد. تصویر کجای بچه های گل؟ مسجد جامع شریف. این تصویر چیه؟ از کدام ولایت؟ از ولایت غزنی. تصویر زیبایی. تصویر بعدی ما از کدام ولایت؟ ولایت بلخ. و این تصویر زیبا کدام ولایت میبینی؟ ولایت کابل. شاگردای نازنین، به ولایت تصاویر زیبایی یا جای تاریخی از کشور خوشنا شدیم. حال به قسمت کلمات باز هم همراه شما کار میشه. زرنگم کلمات را بخش نموده، جمله بساز. کدام کلمات؟ افغانستان، اقوام، جنگل، ولایت. اینا را اول دست میزنی بعد جمله میسازیم. افغانستان، دست میزنی. اقوام یعنی قوم ها. جنگل، ولایت، ولایت. بعد جمله بسازیم. فرزندم، نام چند ولایت کشور خود را بنویس. شاگردان نازنین، چند ولایتی که خود شما بلدیم نام اینا را منویسیم. از جمله چند ولایت؟ 34 ولایت ما. چند ولایتی که بلدیم منویسیم. این جزء فعالیتیه که انجام میدیم. بازم به فعالیت ها دقت کنیم. متن درس روان میخوانیم و حتما صدا خود میفرستیم بچه های گلم. از متن درس کلمه های چند کلمه که با کدوم حرف؟ با حرف آ آغاز میشه. دریافت نموده در کتاب چاهای خود بنویسی. حرف ها، هر کلمه که با حرف آ آغاز یا شروع میشه صدای آر داره، اونا رو منویسیم یک یک مرتبه. جمله های زیر را از روی متن درس تکمیل کنید. ببینیم، دقت کنید، این جمله رو باید ما تکمیل کنیم. چه قسم؟ افغانستان یک کشور است. کشور چی بود؟ بیشتر به شما گفتیم اسلامی. پایتخت وطن ما شهر می باشه. کدام شهر؟ شهر چی؟ کابل. افغانستان دارای ولایت چند ولایت؟ 34 ولایت می باشه. حال شاگردای نازنین، خب در گروه ها نام ولایت های افغانستان را با مرکز آنها بنویسید. خب شاگرد این نظر، این نام چند ولایت همون مرکز را که بلدی با کمک والدین خود میتونی بنویسی. به قسمت لغات دقت کنیم. لغات به شما تکرار میکنم. لغت اول ما به شما اقوام، پیشتر گفتیم قوم ها، جمع قوم یا گروه مردم. وسیع، پهناور یعنی کلان، هم پناور هم کلان هر دو یک معنی میده. مختلف، گوناگون یا هر قسم. تکرار میکنم، اقوام جمع قوم یا گروه مردم. وسیع، پهناور، کلان، مختلف، گوناگون یا هر قسم. شما به چای گل میتونین یک لغات را هم انتخاب کنین به معنای مثلا اقوام، قوم ها، وسیع، کلان یا پهناور. یک را انتخاب کنین، مختلف، گوناگون یا هر قسم، یکی از معنا را انتخاب کنین. شاگردای نازنین ما، موضوع درس امروز شما در مورد چی بود؟ وطن عزیز ما بود که حتما متن درس میخوانیم، بریم میفرستیم و به کمک والدین خو کار خانگی خو شما نام 34 ولایت کشور زیبای خور منویسیم و همچنان متن درس. کار خانگی امروز شما نه، درس شما تمام شد. وقت شما خوش. خدا نگهدار.